بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انجام عملهای اخروی برای دستیابی به هدفهای دنیوی نیز نوعی شرک است. این باب در حق کسی است که به عبادتش مهد را نمی خواهد و نه ریا را، بلکه الله را خالصانه عبادت می کند، ولیکن او چیزی از دنیا را می خواهد، مانند مال، مرتبه و سلامتی نفس و مانند این. پس او به عملش فایده دنیا را می خواهد و از ثواب آخرت غافل است. مانع نیست که انسان در نمازش دعا کند و طلب کند که الله سبحانه و تعالی به او مال دهد، ولیکن برای این نماز نمی خواند. پس این مرتبه پست است و عمل آخرت دنیا را بخواهد. پس این مرتبه پست است که به عمل آخرت دنیا را بخواهد. در اینجا تنبیه است که بعضی مردم وقتی در فایده های عبادت وقتی مردم در فایده های عبادت ها سخن میکند و فایده های دنیوی آن را میگرداند و مفروض این است که فایده های دنیوی را اصل نگردانیم. این باب از باب ریا خطرناکتر است، زیرا ریا گاه در یک نماز مثلا ناگهانی میشود، اما خطر اراده دنیا به عمل آخرت به همه عبادت ها پهن میشود. اکنون مردم به نسبت این باب به پنج قسم تقسیم می شوند. یکم به عمل دنیوی دنیا را می خواهد. این جایز است. مثل کسی که تجارت می کند تا خانه بخرد. دوم به عمل دنیوی آخرت را می خواهد. این امر مستحب است. مثل کسی که زراعت می کند تا صدقه کند. سوم به عمل اخروی آخرت را می خواهد. خوشا به حالش که عالی ترین مرتبه هاست. چهارم به عمل آخرت دنیا و آخرت را می خواهد. این درست است، به شرطی که آخرت غالب آید. پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی عطا کن. پنجم به عمل آخرت دنیا را می خواهد. شرک اصغر است. مثل کسی که برای مردم به خاطر مال امام می شود و نماز می خواند. پس چگونه دانسته می شود که او دنیا را می خواهد یا آخرت را؟ اگر عطا کرده شود راضی گردد و اگر عطا کرده نشود غضب کند. و تنبیه در اینجا این است که بعضی مردم در روزهای امتحان ها با اخلاص عبادت می کند، پس هرگاه نتیجه های امتحان آشکار شد عبادت را ترک میکند. دلیل این موضوع این است که الله سبحانه و تعالی در قرآن میفرماید کسانی که زندگی دنیا و زینت آن را بخواهند نتیجه عملهایشان را در همین دنیا به طور کامل به آنها میدهیم. این مخصوص به آیت اسراء است. هر کس که خواهان این دنیا باشد هر چی بخواهیم زودش ارزانی داریم. آنگاه جهنم را جایگاه او سازیم تا بد دیده شده و رانده شده به آن افتد. پس امر به مشیت الله و در حق کسی خواهد ستوده می شود و در حق کسی خواهد سپرده می شود. دلیل دوم از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند بنده تلا، نقره، پول و بنده لباس و پوشاک هلاک شد. اگر به وی چیزی داده شود خرسند می شود و اگر داده نشود رنجیده و خشمگین می شود. سرنگون و نابود می گردد به طوری که نمی تواند خوری را به پایش خلیده است. به طوری که نمی تواند خوری را که به پایش خلیده است بیرون بیارد. و خوشا به حال بنده مؤمن که به سر جولیده و پایهای غبارآلود لجام اسبش را گرفته و در راه الله قدم می بردارد. اگر در پاسبانی باشد وظیفه‌اش را اجرا می کند و اگر در پشت جبهه وظیفه دار باشد وظیفه‌اش را اجرا می کند. در نزد مردم چنین است. در نزد مردم چنین است. اگر اجازت بخواهد به او اجازت نمی دهند و اگر شفاعت کند شفاعتش را قبول نمی کنند. حدیث با روایت امام بخاری. و
فرمودند که هلاک شد، یعنی ضرر و زیان دید. و فرمودند که بنده دینار، یعنی تنگه طلا، و او را بنده دینار نامید، زیرا او به آن واسطه شد مانند تعلق بنده به پروردگار. پس بزرگترین قصدش بود و آن را بر طاعت پروردگارش الله سبحانه و تعالی تقدیم کرد. فرمودند که درهم، یعنی تنگه نقره. و فرمودند که لباس، کسی که به ظاهر و اساسش اهمیت می دهد. و فرمودند که اگر عطا کرده شود راضی شود، یعنی راضی نمی شود مگر به مال، و غضب نمی کند مگر برای مال، و برای او این را بنده آن نامید. فرمودند که و سرنگون شد، یعنی امرها بر وی برخلاف خواستش تغییر، به حیثی که برای وی مؤثر نشد. و فرمودند که هرگاه خاری به او خلق، آن را بیرون آورده نمی تواند. یعنی هرگاه بر وی خالی خرد، یعنی هرگاه به وی کار، یعنی هرگاه به وی خاری خلد، پس آن را دور کرده نمی تواند. سه جمله احتمال دارد که خبر باشد یا از باب دعا علیه او باشد. فرمودند که توبه، یعنی بهترین حال برای این مرد باشد. و گفته شد درخت در جنت است و اول اونتر است. و فرمودند در راه الله، یعنی قاعده این است که برای عالی شدن کلمه الله بجنگد، نه به خاطر نجات پرستی یا وطن پرستی. سرش غولیده است، یعنی از غبار در راه الله، پس او به حال و بدنش اهتمام نمی دهد، مدامه که این نتیجه طاعت الله است و پایهایش از رفتن در راه الله غبارآلود شده است و اثری که از عادت سرچشمه گیرد. هرگاه در آن تکلف نباشد بر آن اجر داده می شود، مانند فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند هر آینه بوی دهان روزه‌دار. و می فرمایند که پشت لشکر، یعنی در پشت لشکر می باشد. و این دو جمله دو معنا دارد. حدیث در باره هر دو صلاحیت دارد. یکم پروا ندارد که در کجا گذاشته می شود، پس طلب مرتبه عالی نمی کند، مثل پیش لشکر مثلا. دوم اگر در پاسبانی باشد، یعنی حق آن را به جا می آورد و اینچنین در پشت لشکر. و فرمودند که اگر اجازت پرسد، یعنی در نزد مردم چاه، در نزد مردم جاه، شرف و مرتبه ندارد و در نزد الله سبحانه و تعالی منزلت دارد. شاهد این که بعضی مردم دنیا را می پرستد، برای آن غضب می کند و حدیث مردم را تقسیم کرد. یکم این که تنها قصد دنیا را دارد، به حاصل کردن مال و زیبا کردن حال قلبش را بنده ساخته، پس آن را از ذکر و عبادت الله مشغول ساخته است، پس امر بر وی تغییر می‌یابد و از کمترین اذیت خلاص نمی‌شود. دوم بزرگترین قصدش آخرت است، پس وی برای آن به عالی‌ترین مشقت سعی می‌کند و آن جهاد در راه الله است. و وجود این که آن چیزی که بر وی واجب است از همه وجوه آن را ادا می‌کند و او را خیر در فکرش دور می‌زند، پس برای مردم شفاعت می‌کند. مسئله های این موضوع: یکم اجرای عمل آخرت و مقصد رسیدن به متاع دنیا. دوم تفسیر آیت سوره هود، کسانی که زندگی دنیا و زینت آن را بخواهند. سوم نامیدن چنین انسان مسلمان به بنده دینار و درهم و متاع. چهارم معنای این جمله حدیث: اگر به او چیزی داده شود راضی می شود و اگر داده نشود غمگین می شود. پنجم معنای تعیسه و انتکسه، یعنی احتمال دارد که خبر یا دعا باشد. ششم معنای و ایزاشی کفلن تقشه، احتمال دارد که خبر یا دعا باشد. هفتم بزرگ بودن مجاهده که دارای صفتهای ذکر شده در حدیث باشد و او شایسته حمد و ستایش است، نه صاحبان درهم ها و دینار ها و صاحبان اساس های گسترده خانه و مرتبه ها.